وقت انسان به نادرستی یک نظریه پی برد و آن را حفظ کند دلیل برهماقت است. هیچ چیز بهتر از کار کردن به جای غصه خوردن آدمی را به خوشبختی نزدیک نمی کند. آن کس که اراده و استقامت دارد روی شکست را نمی بیند. موریس ماری میترلینگ متولد 1862 نویسنده، شاعر و فیلسوف بلژیکی بود. میترلینگ در سال 1911 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد. موضوع اصلی نوشته های میترلینگ مفهوم مرگ و زندگی است و آثار او نقش مهمی در جنبش نمادگرایی یا سمبولیسم در ادبیات دارد. پس با ما همراه باشید تا سخنان و جملات ارزشمند وی را در مورد زندگی و مرگ برای شما ارائه کنیم. آینده ها بزرگ به نظر می رسند، ولی وقتی که گذشتند می فهمیم که ناچیز بودند. تنهایی جهنم است، اما این جهنم با مطالعه تبدیل به بهشت می شود. در روی زمین سعادت بالاتر از یک عشق پاک و با دوام متصور نیست. هر کس ارزش پیروزی را نداند به شکست خواهد رسید. هیچ چیز به زیبایی یک قفل بسته نیست، البته تا زمانی که کسی نداند چگونه میتوان آن را باز کرد. اگر مرگ نبود، زندگی زندگی نبود. خیلی دشوار است که انسان به این نقطه پی ببرد که جهان را برای او نیافریدند. آنچه باعث آزار ما می شود زندگی است. یک بیمار وقت بمیرد تمام دردهایش از بین می رود. نظرتان در مورد این جمله چی بود؟ حتما برای ما در کامنت بنویسید. بدون مرگ زندگی اهمیت و ارزش نداشت، زیرا ترس از مرگ است که زندگی را در نظر ما اینقدر لذت بخش و خواستنی جلوه می دهد. اگر تصمیمی داشته باشید به زودی موفق خواهید شد، زیرا آدمی ساخته افکار خیش است و فردا همان خواهد شد که امروز به آن اندیشیده است. سرنوشت بشر این است که در تمام عمر زحمت بکشد تا بتواند به زندگی ادامه بدهد و به زندگی ادامه بدهد تا بتواند بمیرد. اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما میشد، سعی و عمل دیگر مفهوم نداشت. ارزش اخلاقی بسته به تعداد و وظایف است که انسان انجام میدهد. تمام بدبختی ها و عذاب هایی که خدایتان برای شما می فرستد از سوی خود شما فرستاده می شود. نظرتان در مورد این جمله چی بود؟ حتما برای ما در کامنت بنویسید. مد پرورش خرد آغوش عقل نیست، بلکه دامان عشق است. نهال خرد باید در کوزه عشق کاشته شود و با آب احساسات آبیاری گردد. فداکاری در دو مورد خوب است. اول اینکه تنها راه باقی مانده باشد و از هیچ راه دیگری غیر از جانفشانی نتوان به هدف مورد نظر دست یافت. دوم آنکه بدانیم دیگران با این فداکاری خوشبخت خواهند شد. آدم تنها اگر در بهشت هم باشد به او خوش نمی گذرد. اما کسی که به کتاب یا تحقیق علاقه‌مند است، هنگامی که به مطالعه یا اندیشه درباره محتوای آن کتاب مشغول است، جهنم تنهایی برای او بهترین بهشت است. تمام چیزهایی که نوابغ آینده خواهند گفت همکنون در وجود من و شما هست، منتها باید آنها را پیدا کرد و روی آنها انگشت گذاشت. هنگام نیکبختی است که باید بیمناک بود. هیچ چیز تهدید آمیزتر از سعادت نیست. ما نادان هستیم
و شاید تا ابد نادان بمانیم، اما به تدریج چیزهایی می آموزیم که به ما نشان می دهند به درستی نادانیم. عظمت خدای هر کس به اندازه بزرگی مغز اوست و به بیان دیگر بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست. قبل از ادامه جملات، اگر از ویدیوی ما خوشتون آمد حتما لایکش کنید و با فشار دادن دکمه سابسکرایب حتما از ویدیوهای جدید ما مستفید شوید. عدالت انتظار پاداش ندارد، بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است. هیچ موجود در دنیا وجود ندارد که در اثر عشق ورزیدن به یک موجود دیگر، حتی اگر یک عشق پیش پا افتاده و پست هم باشد، اصلاح در روح خود به عمل نیاورد. وقت عشق در کار است، پای عقل می لکد. خوشبختی بر سه ستون استوار است: فراموش کردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آینده. فکر شما هرچی باشد، شما همان هستید و محال است که بتوانید از فکر خود بزرگتر شوید و یا از حدود فکر خیش تجاوز نمایید. روزی که بشر کاملا به نادانی خود پی برد، با موفقیت بزرگ دست یافته است، زیرا دانش در این دنیا چیز جز پی بردن به نادانی نیست. و یاد داشته باشید که شادمانی به اندازه غم و غصه واگیردار است. نخستین وظیفه افراد شاد این است که دیگران را از شادمانی خود آگاه سازند. اگر این سه نشانه را دارید، انسان هوشمند هستید. اینکه گذشته را فراموش می کنید، حال را غنیمت می شمارید و به آینده امیدوار هستید. غنچه خوشبختی در جای تاریک بی صدا و گند پنهان شده که بسیار نزدیک به ماست، ولی کمتر از آنجا می گذاریم و آن دل خود ماست. از موریس میترلینگ پرسیدند: دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: ما در انتخاب برادر نقش نداریم، اما دوست برادری است که خود انتخاب می کنیم. امیدواریم که حتما از ویدیوی ما خوشتان آمده باشد و برایتان پیشنهاد می دهم که سخنان و جملات چارلز دیکنز را حتما از کانال ما ببینید، لذت ببرید و به خردتان بیفزید. شما را تا ویدیوی بعدی و خداوند پاک می سپارم.